به قول مرحوم پدرم میگفت من همیشه سر کار بودم و دائم بیکار. پدرم راننده بود و تا یه مدتی در یک اداره های کار میکرد، مثل سازمان برنامه وزارت فرهنگ و فرهنگ اون موقع. شاید 7 سالم بود از کرمانشاه اومدیم تهران. در نواب اولین جایی که نشستیم نواب جنوبی بود. علاقه به سینما با هر از گاهی رفتن به سینما کم کم تبدیل به یک عشق و یک آرزو شد دیگه. در عوض برای اینکه از این دایره دور نمونم خط بعدی هم نداشتم، رفتم سینما اهواز، نوشته بود یه خطاط میخواد و رفتم اونجا امتحان دادم و قبول شدم. ماهی 60 تومن حقوق برام تعیین کردن که تقریبا نصف حقوق پدرم بود در اهواز. من نقشایی که میگفتم اسمشون به یادم نمیموند و مثلا فیلم بود راک هاتسون بازی میکرد، روی نقششم من میگفتم، جعفر والی راک هاتسون حرف میزد، من هم حرف میزدم، خیلی علاقه داشتم دیگه، علاقم پیدا شده بود که از خودم زده بود بیرون، افکتم میدادم، هم افکت میدادم هم نقش میگفتم. بعد یواش یواش دو نقش با هم میگفتم، همینطوری یواش یواش تولیدات داخلی در سایه اوج دوبله اونها هم شروع شد به تولید و بازم همین نیرویی که رو فیلمای خارجی کار میکردم فیلمای فارسی رو صداگذاری میکردن. آقای کسمایی یه نقش بسیار بسیار سخت و عجیب غریبی به من داد در فیلم دروازه پاریس رنه کلر که یادش بخیر دوایی هم یه مطلبی در فردوسی نوشت. از روز و ساعتی که وارد این کار شدم تا زمانی که اولین فیلمو به عنوان مدیر دوبلاژ به من سپردن 8 سال گذشت. هنوزم که هنوز الان هم که بخوام کار کنم یه فیلم بخوام حرف بزنم چندین بار میشینم این فیلمو تو خونه نگاه میکنم، باش کار میکنم، بالا پایین شدم، 2 نقش باشه 3 نقش باشه، تمام این آدم ها رو باید بشناسم تا شناسنامه‌شون در نیارم، تا مصداقش رو ندیده باشم پیدا نکنم طرفش نمیرم. برای همینه که این آدم ها که بعد از دیدن های متمادی و متوالی و پی در پی برای هر کدوم اینها یک اندازه های صدا و گویش براشون انتخاب میشه و موقع اجرا سمرش رو در همون اتاق میگیریم بین همون 20 نفری که اونجا هستن و اونا میدونن در مورد کار من کاملا آزادن برای اظهار نظر، هرگز جلوی هیچ انتقاد یا اشتباه گیری و غلط گیری و یا به هر صورت که نقدی بکنن که کار بهتر بشه نگرفتم و نخواهم گرفت و این به همین صورت بوده. اصلا تمام اینها وام گرفته از خود کاراکتر مسئول کیمیاییه. اینقدی که اون مؤثر بود و اثر گذاشت، مرحله بعدش فقط به نوعی حضور در حضورش که اعلام وجود کردن این که تنها نیستی، ما هم مال همون محلیم و ما هم سر همون سفره ها نشست و برخاست داشتیم، این همخوانی خیلی خوب به خصوص اصلا خود کیمیایی که اون زمانی که وارد
این کار شد حقیقتا پر نوآوری بود. حتی الان هم یه خورده تلنگر رو بهش بزنی میتونی برش گردونی به 40 سال پیش. اون تا داره فکر مونی شما اون جنمو هنوزم نمیتونم بگم نداره، نمیتونم بگم، همونطوری که در مورد تقوایی نمیتونم این سکوت و این بی سر صدا بودن علامت تمام شدن نیست به نظر من. به جای اینکه بگم آتش زیر خاکستره و درس کنم که کبریت زیر خاکستره که همه جا آتش رو درست میکنه. نقشی که من همیشه داشتم تا اونجایی که به ذوقم احترام میذاشتن، من همه اینا رو از توی لایه های جامعه تا حسشون نمیکردم منتقل نمیکردم. یعنی این بددهنی رو دیدم که اونجا باور کردم، یا اون عشق آدم لومپن رو دیدم چه سبک و سیاق دفاع از باوراش چجوریه که ممکنه شما از پشت پنجره ببینی خندت بگیره، ولی اون تو سبک خودش اونجوری دفاع میکنه، تمامش لق و لق اون زیرا، ولی اون سبکه، اون داروستش درسته برای خودش، مال اونه. تحریز مریضش میدین که چی؟ خورشید دم غروب آفتاب سنات زور نمیشه، محتابی اضطراریه، دو ساعته باتریش سرس. بذاری حال کنید دمای آخر حالو مزه ترنج بیمارو اینو وقت اضافی بازی فیناله. آجیل مشکل باشک هم پنالتیه. گیرم اینجور وجوده موتورشون رولز رایسه، تخت و گازم نرفتن سرولوی زندگی، دینامشون بسته به برق تبکر. اینه که حکمتش پنالتیه، یک شوت سنگین گله، گلش هم تاج گله، قرمزته آبی آب لیموجیاست. از لحاظ ذائقه و سلیقه همون اندازه که هنوز جای تو ذهنم و از منتقدین به جای پرویز دوایی کسی رو پر نکرده، برای همین از لحاظ فیلم سازی و به کمال رسوندن این کار از همین دو سه نفر به خصوص تقوایی و علی حاتمی، اینا نقطه عطف هم سینما بودن هم ذائقه شخصی.